که طبع و سکون از چه؟ از انا الیه راجعون. پس از وی رفت چی رفت؟ حالا که محو خورشید شد، من و ما ایش بلند شد، رفت از وی جنبش طبع و سکون. پس تمام بالا پایین شدن، چه جنبشش چه سکونش، که به طبیعتش برمیگشت یا به اون نقشش که بهش واگذار شده بود برمیگشت. اینا همش ازش رفته دیگه. چرا رفته؟ از انا الیه راجعون، چون که به سوی او برگشته، به اصلش برگشته. اینم برگرفته از اون آیه است که انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم و به خدا برمیگردیم. از یه اصلی هستیم، بعدن هم به اون اصل برمیگردیم. هر وقت برگشتیم انگار که این من و مامون رفت، یا من و مامون که بره دوباره میفتیم رو اون اصل خودمون. این حرفا همه یک معنیست. ما به بحر تو ز خود راجع شدیم. اون انا الیه راجع اونو داره میگه به فارسی. ما به بحر تو، یعنی به دریای تو، ز خود، از این معنامایی که داشتیم خودمون، از این به تو، به دریای تو راجع شدیم، برگشتیم. معلومه که اونجا بودیم، بیا داریم بر میگردیم دیگه. و از رضا اصل مسترزع شدیم. رضا با این یعنی شیر خوردن، شیر خوردن بچه از سینه مادر. و حالا مولانا میگه دوباره برگشتیم به شیر خوردن. شیر خوردن از کجا؟ از اصلمون. مثل این که رفتیم دوباره زیر سینه اون مادر اصلیمون. و از رضا اصل مسترزع یعنی شیرخوار شدیم، از همون ریشه رضا. دوباره شیرخوار شدیم، ولی شیرخوار کی این دفعه؟ مادر طبیعیمون؟ نه، مادر اصلی. پس این بازگشت رو داره میگه چه اتفاقاتی میفته. و اینجا دو اصل که اومد، کلمه اصل، خب در کنارش یک کلمه متضاد، این فرع. راجع به این اصل و فرع حالا صحبت میکنه. میگه در فروع راه ای مانده ز قول، لاف کم زن از اصول، ای بی اصول. تو عوض اصلت، میگه ما یعنی عوض اصل به فرع چسبیدیم و تو راه موندیم. این در راه موندن و قدیم به یه قولی نسبت میدادن، میگفتن یه موجوداتی هست به اسم قول، اونجا وای میسن آدمو گول میزنن، مثلا صدا میکنن میگن راه این بره. پس ما در راه های فرعی افتادیم عوض شاه راه، و در این راه های فرعی میریم میمونیم. در فروع راه ایمانده زقول، لاف کن زن از اصول. نمیشه حرف اصل و زد. این اصل و ای بی اصول یعنی ای کسی که از اصلت جدا افتادی. هر وقت صحبت میکنی از اصلت جدا میافتی دیگه. حالا میگه که هر وقت حرف زدی بدون از اصل جدا افتادی و در فروع راه ماندی. لاف کن زن از اصول ای بی اصول، جنگ ما و صلح ما در نور عین، نیست از ما هست بین اصبعین. جنگ های ما و صلح های ما در نور عین، یعنی در روشنایی دیده،
دیده ای که روشنایی داشته باشه اینو خواهد دید. به عبارت دیگه داره میگه اگه نیک بنگری، خوب بتونی ببینی، جنگ های ما و صلح های ما نیست از ما، هست بین اصبعین. اصبعین یعنی انگشت. این در جاهای دیگه مثنوی چون سابقه داره، ما با عطف به اون سوابق فقط اشاره میکنیم که مولانا میگه ما مثل قلم در پنجه ای هستیم که بین دوتا انگشت، هر کدوم این انگشتا هر طوری میخوان این قلم بر اساس خواسته این اصبعین یا انگشتان حروف رو مینویسه. ما، مولانا همیشه گفته و میگه، بین اصبعین هستیم، منتها ما نمیدونیم بین چه اصبعینی هستیم که این اعمال از ما سر میزنه، جنگمون، صلحمون. مگه اینکه خوب نگاه کنیم، اگه خوب نگاه کنیم، با نور عین نگاه کنیم، اون وقت خواهیم دید که اعمال ما برآمده از چه مسائلی هست در ما و ما بین کدام انگشتا گیر کردیم. این انگشتا معمولا یکیش پای ثابتش ترسه و یه پای ثابتش لذت. یعنی اگه دو تا انگشت معروف رو بخوام نام ببریم، ترس و لذت انگشتانی هستن که ما رو راه میبرن.